درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 21 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 30 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. همزمان با فرارسیدن شب یلدا و برگزاری آیین دیرپای ملی و تاریخی فرهنگی شب چله در ایران، دور جدیدی از دادخواهی خانواده های جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی شکل گرفته است. نهاد انقلاب زنانه در بیانیه‌ای شب یلدا را شب همبستگی و تجدید عید و پیمان با جانباختگان خیزش خوانده است. خانواده های جانباختگان خیزش انقلابی در پست هایی در شبکه‌های اجتماعی به یادآوری عزیزانشان پرداختند و از آنها نوشتند. از سوی دیگر گزارش های میدانی از جهش قیمت اقلام آیینی سفره های مراسم شب یلدای امسال در ایران خبر می دهند. بررسی ها نشان می دهند که قیمت های میوه و خشکبار در آستانه شب یلدا افزایش یافته است، به نفعی که هزینه اقلام پایه‌ای سفره شب یلدا برای 4 تن از 1,500,000 تومان عبور می کند. با وجود ادعای رئیس اتحادیه فروشندگان میوه که هیچ کمبودی در بازار میوه نیست، صاحبان کسب و کار در این بازار از کاهش حجم خرید خبر می‌دهند. مغازه‌داران می‌گویند که شکل خرید از کیلویی به دانه‌ای تغییر کرده است. در خبر دیگر، شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به فرارسیدن شب یلدا در حسابش در شبکه‌های اجتماعی نوشت که یلدای امسال را در حالی برگزار می‌کنیم که فقر، فساد، سرکوب و گرانی گریبان اکثریت ملت بزرگ ایران را گرفته و افزود ایران تا ابد جاوید خواهد ماند، چرا که نور بر تاریکی پیروز است. آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، هم امروز پنجشنبه 30 آذر ماه با انتشار پیام ویدیویی به مناسبت شب یلدا این جشن را به مردم ایران تبریک گفت. او با اشاره به اهمیت یلدا برای بسیاری از مردم ایران و جهان، این شب را زمانی برای شادی و جشن خواند. او با ابراز تأسف از نقض فاحش حقوق بشر در ایران و ادامه اعدام و آزار و زندان مخالفان و روزنامه‌نگاران در ایران گفت: می‌خواهیم بدانید که ایالات متحده از شما و آرزوهای شما در رقم زدن آینده‌ای آزاد و دموکراتیک برای ایران حمایت خواهد کرد. به ادامه داد: ما اطمینان داریم که ایران بر این دوره تاریکی غلبه خواهد کرد و روزهای روشن‌تری در پیش است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه 30 آذر ماه در بعد به ورود به استان گلستان به جزیره عاشورادره رفت تا طبق گزارش رسانه‌های دولتی ایران از محل اجرای پروژه بومگردی و طبیعت‌گردی تنها جزیره ایرانی دریای خزر بازدید کرده و دستور اجرای آن را صادر کند. سایت ریاست جمهوری ایران ضمن انتشار این خبر نوشت که اجرای طرح گردشگری عاشوراده با اهتمام دولت 13 و در پی مطالبه مردم و مسئولان استان گلستان آغاز شد. به رغم این ادعا، واکاوی پشت پرده طرح گردشگری عاشوراده از به وجود آمدن یک رانت دیگر و تکرار تجربه های مانند پتروشیمی میانکاله خبر می دهد، پروژه‌ای که خطر از بین رفتن زیست بوم عاشوراده را در پی دارد. ورود پازدلاب، عامل اصلی مرگ 100,000 پرنده در میانکاله، احداث مجموعه گردشگری در منطقه حفاظت شده محیط زیستی و سپردن پروژه به یک سرمایه گذار که در آلایندگی محیط زیست نقش داشته و نیز شفاف نبودن مراحل اجرای کار، ایرادها و ابهام هایی هستند که درباره طرح گردشگری عاشوراده مطرح می شوند. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تفاهمنامه طرح گردشگری عاشوراده را با مدیرعامل کارخانه کانسار خزر امضا کردند و کنشگران محیط زیست می گویند که شخصی که سالها پساب کارخانهش به تالاب اینچه می ریخت و در زمینه گردشگری هم تجربه این ندارد، نمی تواند برای سرمایه گذاری در طرح گردشگری عاشوراده گزینه مناسبی باشد، اما مسئولان محیط زیست می گویند که این فرد را استاندار گلستان معرفی کرده و ما نیز باید از او حمایت کنیم.
در پی حمایت دوباره روسیه از موضع امارات متحده عربی در مورد حاکمیت بر جزایر سگانه خلیج فارس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران در حفظ تمامیت سرزمینی خود ذره‌ای تردید نخواهد داشت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در واکنش به بخشی از بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش، بخش مربوط به جزایر سگانه مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی را بی اساس و مردود دانست و آن را محکوم کرد. کنعانی گفت جزایر ایرانی ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، واقع در آبهای نیلگون خلیج فارس، تعلق ابدی به ایران داشته و جزء جدایی ناپذیر سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است. شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای با استقبال از تایید محکومیت حمید نوری در دادگاه استیناف در سوئد اعلام کرد که خاورانها زنده‌اند و لازمه تحقق دموکراسی در ایران پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. در این بیانیه گفته شده که تأثیر دستگیری و محاکمه حمید نوری بر سران حکومت اسلامی به حدی است که رئیسی، یکی از اعضای اصلی گروه مرد، جرأت نکرد به ژنو آمده و در نشست شورای حقوق بشر شرکت کند. شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران اشاره کرد که متاسفانه هنوز قضاتی مانند صلباتی، مقیسه و شکنجهگران از سرنوشت حمید نوری درس عبرت نمیگیرند و به شکنجه زندانیان و اعدام‌ها ادامه می‌دهند. این شبکه به افشاگری توماج صالحی در مورد شکنجه در زندان هم اشاره و تاکید کرد که رژیم ایران تلاش خواهد کرد با گروگان‌های بیگناهی که در اسارت خود دارد، دولت سوئد را زیر فشار بگذارد تا همانند آزادی اسدالله اسدی در بلژیک، حمید نوری را هم آزاد کند. دادگستری کل استان لرستان روز پنجشنبه سخنان نماینده مجلس شورای اسلامی از شهر دلفان در این استان در مورد صدور احکام اعدام برای 1,000 تا 2,000 تن در این شهر را تکذیب کرد. یحیی ابراهیمی در ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شده بود از صدور حکم اعدام برای 1,000 تا 2,000 تن از مردم شهرستان دلفان به اتهام فروش مواد مخدر خبر داده بود. او در این ویدیو که در برخی از رسانه‌ها در ایران و نیز در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت که این افراد در مرحله اجرای احکام هستند. یحیی ابراهیمی در این ویدیو که از جمله در وبسایت‌های انتخاب و دیدبان ایران منتشر شد، بدون اشاره به مدت زمان صدور احکام اعدام گفته بود که در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار جلوگیری از اجرای این احکام شده است. علی بابایی کارنامه، رئیس گروه موسوم به فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه خواستار آن شد که تصمیم گیری در مورد افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تورم در جامعه باشد. در این ارتباط یک فعال سندیکایی گفت که دولت با دور زدن ماده 41 قانون کار به قدرت خرید کارگران ضربه زده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بابای کارنامه نماینده مجلس گفته است که قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط ناظر باشد. پیش از این دولت بارها از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری به دلیل دفاع از مواضع کارفرمایان در شورای عالی کار، مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد انتقاد قرار گرفته است. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پایم‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله؟
$26,000. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ $26,000 پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. به دنبال انتقال هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع عضو، از زندان ارومیه به فشافویه تهران در روز شنبه 25 آذر ماه و اعلان حقوق بشر نسبت به خطر هر لحظه اجرا شدن این حکم هشدار میدهند. هادی رستمی به همراه 3 تن دیگر در یک پرونده مشترک 28 آبان ماه 1398 به خاطر 4 فقره سرقت حدی به قطع عضو و پس دادن اموال مسروق محکوم شدند. این حکم در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 هم از سوی شعبه 13 دیوان عالی کشور تایید و به بخش اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شد. هادی رستمی متولد 1365 است و در اعتراض به حکم خود از شکنجه های شدید برای اعترافات اجباری گفته و به معلولیت فرزندش اشاره کرده است. هادی رستمی در این نامه همچنین تاکید کرده که از روی فقر و مریضی فرزندش و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده است. امیر حکمتی، تفنگدار پیشین ارتش آمریکا که مدعی است توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران در ایران شکنجه شده، از وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل رد شدن درخواست غرامت $20 میلیون فدرال برای خود به عنوان قربانی تروریسم خارجی شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حکمتی که نزدیک به 5 سال در زندان جمهوری اسلامی بازداشت بود، شکایت خود را روز سه‌شنبه در واشنگتن پایتخت آمریکا ثبت کرد و مدعی شد که وزارت دادگستری با لغو صلاحیت وی حقوق اساسیش را نقض کرده است. با وجود وعده پرداخت غرامت بعد از اینکه وزارت دادگستری اعلام کرد که امیر حکمتی در مورد هدف سفر خود به ایران در سال 2011 دروغ گفته و او را به برنامه ریزی برای فروش اطلاعات طبقه بندی شده متهم کرد، پرداخت او متوقف شد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید امیر حکمتی مدتی قبل از سفرش به ایران، زمانی که در افغانستان بود، به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا کرد که خارج از محدوده کاری او در آنجا بود. حکمتی در شکایت خود میگوید باید فرصتی برای مقابله و بازپرسی متقابل با شاهدان ناشناس علیه خود پیدا کند که به اعتقاد او باعث عقب نشینی دولت از پرداخت حقوق قربانیان تروریسم به او شده است. او که تاکنون به جرمی محکوم نشده، ادعا می کند که برای یک موضوع خانوادگی به ایران سفر کرده بود. او سال 2011 زمانی که به ایران سفر کرده بود، توسط دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به اعدام محکوم شد
شد که این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان کاهش یافت. وی اواخر ژانویه 2016 همزمان با تایید برجام و لغو تحریم ها از توی آمریکا آزاد شد و به آمریکا بازگشت. گروه افراطی حماس امروز پنجشنبه در 76 روز از جنگ با ارتش اسرائیل تلاش کرد به چند شهر در مرکز اسرائیل راکت شلیک کند. راکت ها به سوی شهرهای ریشون لسیون و بنادر اشکلون و اشدود نشانه گیری شده بود. همچنین آژیر خطر برای هشدار در مورد حمله قریب الوقوع راکتی در تل آویو و سایر شهرهای اطراف آن به صدا درآمد. این دومین روز پیاپی است که شهر تل آویو و اطراف آن در میانه روز هدف حمله راکتی از غزه قرار می گیرد. همزمان روز پنجشنبه بخش هایی از مناطق شمالی اسرائیل آماج حملات راکتی و خمپاره‌ای حزب الله قرار گرفت. رسانه‌های اسرائیل و لبنان از آتشباری سنگین اسرائیلی در واکنش به تحرکات مرزی حزب الله خبر می‌دهند. ارتش اسرائیل بامداد پنجشنبه اعلام کرد که 3 نیروی نظامی دیگر این کشور در عملیات در شمال نوار غزه کشته شدند. به ترتیب شمار نیروهای نظامی اسرائیل از زمان آغاز حمله زمینی به نوار غزه که کشته شدند به 137 رسیده است. از سوی دیگر سازمان ملل میگوید که اسرائیل دستور تخلیه مناطق بیشتری از خان یونس، شهر اصلی جنوبی نوار غزه را صادر کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که اسرائیل نقشه‌های تازه‌ای را منتشر کرده که مناطق جدیدی را برای تخلیه ساکنان آن نشان می‌دهد که حدود 20% از شهر خان یونس را شامل می‌شود. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که شبکه تونلی گسترده‌ای را در زیر شهر غزه کشف کرده که به ادعای آنها توسط مقامات بلندپایه حماس از جمله یحیی سنبار و اسماعیل هنیه مورد استفاده قرار می گرفته است. سخنگوی ارتش اسرائیل ادعا کرد که اتاقهایی در 20 متری زیر زمین با آسانسور، پله و دسترسی به آب و برق مجزا تعبیه شده بود. در این اتاقها آب، غذا، سلاح و تجهیزات ارتباطی برای اقامت طولانی مدت ذخیره شده بود. در خبری دیگر گروه افراطی حماس روز پنجشنبه در یک بیانیه اعلام کرد تا پایان جنگ جاری هیچ مذاکره‌ای بر سر آزادی اسرائیلی‌هایی که ربوده انجام نخواهد داد. مقامات اسرائیلی در واکنش به بیانیه حماس گفتند که گروه تروریستی حماس برای خاتمه جنگ شرطی گذاشته که محقق نخواهد شد. هنوز 133 اسرائیلی در اسارت حماس ماندند و خانواده‌های آنها دولت اسرائیل را برای تن دادن به معامله جدید با حماس زیر فشار سنگین قرار دادند. یک سیاستمدار زن روس که خواستار صلح در اوکراین است روز چهارشنبه مدارک خود را برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2024 به کمیسیون مرکزی انتخاباتی در این کشور ارائه کرد. بدین ترتیب در صورت پذیرش نامزدی یکاترینا دونسوا که از حامیان صلح در اوکراین به شمار می‌رود، وی از رقبای ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه خواهد بود. خانم دونسوا که از نمایندگان یک پارلمان منطقه‌ای در روسیه است، تلاش دارد تا با ترویج دیدگاه و خط مشی فکری خود مبتنی بر هدایت روسیه‌ای متمایل به اهداف صلح‌آمیز و انسانی، اهمیت بر روابط دوستانه و آمادگی برای همکاری با همه بر اساس اصل احترام، ولادیمیر پوتین را در این انتخابات به چالش بکشد. در خبری کوتاه، به گفته منابع اورژانس در پراگ تیراندازی یک مرد مسلح در یکی از دانشگاه‌های پایتخت جمهوری چک دست کم 10 کشته و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشت. پلیس چک هم در پی وقوع این حادثه اعلام کرد که فرد مهاجم در پی دخالت نیروهای امنیتی کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. برند ورنجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها.
دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کاملترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلحنامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. برن، پایتخت سوئیس، در حال بررسی یک طرح آزمایشی برای اجازه فروش کوکائین جهت مصرف تفریحی ماده مخدر است. بعد از آنکه برخی از سیاستمداران و کارشناسان در سوئیس عنوان کردند که ممنوعیت کامل مواد مخدر در کنترل مصرف کوکائین تأثیری ندارد، مقامات این کشور تصمیم گرفتند مجدداً قانونی کردن یا نکردن مصرف این ماده مخدر را بررسی کنند. سوئیس جزو کشورهایی است که میزان مصرف کوکائین در آن بالاست. به گفته سازمان غیر دولتی اعتیاد سوئیس، قیمت کوکائین در 5 سال گذشته به نصف کاهش یافته و مصرف آن در شهرهای این کشور از جمله شهر برن در حال افزایش است. قیمت یک دوز کوکائین در این کشور حدود 10 فرانک است. با این حال همه کارشناسان موافق به تصویب رسیدن این طرح نیستند. مدیر گروه مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه زوریخ میگوید کوکائین یکی از قوی ترین مواد اعتیادآور است. به گفته او خطر مصرف کوکائین متفاوت با الکل یا حشیش است و این ماده مخدر می تواند منجر به آسیب قلبی، سکته مغزی، افسردگی و اضطراب شود. تقریبا 70% از زنان در دوران بارداری حالت تهوع را تجربه می کنند که در اصطلاح عامیانه تهوع صبحگاهی نامیده می شود، هرچند ممکن است که در هر زمانی از روز رخ بدهد. حدود 0.3% تا 2% از زنان نوع شدیدتری از تهوع را تجربه می کنند که آنها را در خوردن، نوشیدن و انجام فعالیت های روزمره دچار مشکل می کند. این امر در موارد شدیدتر حتی می تواند منجر به مرگ ناشی از کم آبی بدن شود. محققان در آمریکا اکنون می گویند هورمونی را شناسایی کردند که توسط جنین در حال رشد در بدن مادر ترشح می شود و می تواند عامل به وجود آمدن تهوع صبحگاهی باشد. تحقیقات نشان داده است که پروتئین GDF15 که در میزان کم توسط اندام‌هایی از جمله مثانه، پروستات و کلیه‌ها
تولید می شود از طریق اتصال به گیرنده های تخصصی در ساقه مغز حالت تهوع را در فرد ایجاد می کند. در اوایل بارداری سطح این هورمون که از سلول های جنینی در جفت آزاد می شود افزایش می یابد و باعث بروز حالت تهوع و بیماری می شود. این حالت عمدتاً در 3 ماهه اول بارداری در بدترین وضع است و سپس به تدریج از بین می رود. دانشمندان می گویند بالا رفتن سطح این پروتئین در بدن ممکن است برای محافظت از مادران در برابر مسمومیت و همچنین محافظت از جنین در حال رشد در برابر مواد سمی تکامل یافته باشد. بینندگان عجمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه‌نویسی شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو می‌کنم.